سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی این هفته. کار عملی پروژه کاسا 1000 از سوی رئیس جمهور گشایش یافت. رئیس جمهور غنی هنگام گشایش این پروژه بیان داشت که این نخستین گام برای تبدیل کردن افغانستان به مرکز ترانزیت انتقال انرژی است. برای تطبیق این پروژه در افغانستان بانک جهانی 225 میلیون دلار می‌پردازد. رئیس جمهور می‌گوید تلاش دارد تا افغانستان به مرکز رشد اقتصاد منطقه مبدل شود. کار عملی پروژه کاسا 1000 آغاز شد. رئیس جمهور برای گشایش کار این پروژه به ولسوالی سروبی رفت. در پروژه کاسا 1000 1300 مگاوات برق از تاجیکستان و قرغیزستان به افغانستان و پاکستان انتقال می‌یابد. بر اساس معلومات شرکت برق، افغانستان سالانه از این ترانزیت 45 تا 50 میلیون دلار عاید به دست می‌آورد. اقتصادی همکاری که در طول وقت و دیدگاه ما یک دیدگاه عزیز که افغانستان چهارراه ترانزیت انرژی شد. مسئولان شرکت برق میگویند که قرارداد کار این پروژه با دو شرکت هندی امضا شده است. به گفته آنان این پروژه تا دو سال تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید. حساب اقتصادی در مجموع در حدود 400 میلیون دلار سالانه عواید دارند که از این برق ترانزیت در حدود 45 تا 50 میلیون عواید به افغانستان نیز ایجاد میکنند. از 1300 مگاوات برق پروژه کاسا 1000 300 مگاوات آن در افغانستان مصرف می شود و بقیه به پاکستان انتقال می یابد. قرار است از طریق این پروژه در 5 ماه سال برق به افغانستان و پاکستان انتقال داده شود، اما تاجیکستان می گوید تلاش دارد انتقال برق در 12 ماه سال صورت گیرد. ما در نظر داریم که در آینده امکانات اقتصادی ما و امکانات انرژی ما امکان می دهد که تمام سال به افغانستان و پاکستان از این خط انتقالات را ادامه بدهیم، یعنی نه فقط 5 ماه تابستان. این برق برای پاکستان بسیار مهم است. این پروژه می تواند افزون بر افزایش روابط اقتصادی افغانستان و پاکستان، روابط آسیای مرکزی و جنوبی را وسیع سازد. این پروژه بیش از 1 میلیارد دلار ارزش دارد و تطبیق آن به معنای افزایش روابط اقتصادی کشورهای دخیل در پروژه است. این پروژه از 7 ولایت و 31 ولسوالی می‌گذرد و برای هزاران تن زمینه کار مهیا می‌کند. برای ساخت زیربناهای ترانسپورتی در کشور در سال گذشته میلادی نزدیک به 20 میلیارد افغانی هزینه شده است. مسئولان در وزارت ترانسپورت با ابراز این مطلب میگویند که با این پول شماری از پروژه ها تکمیل شده و کار شماره دیگر جریان دارد. رئیس تنظیم امور خارجی وزارت ترانسپورت میگوید که برنامه وصل کشورهای آسیایی از طریق بزرگراه‌ها 1 سال پیش آغاز شده و افغانستان در محراق آن قرار دارد. به گفته او بزرگراه ابریشم، بزرگراه لاجورد، بندر چابهار، بندر گادر و سازمان تیر مسیرهایی است که افغانستان عضویت آن را دارد. تر تیر ابرید پوری مو پدی باندې ډیر کار کړای دی، ډیر دقیق کار شوی دی. ما مخکمه دا خبر وکړه چې په د اخیرین تحول په وزارت ترانسپورت باندې منفی تاثیرات لري، په دې کې شک نشته، مشکلات هم شته. اتاق تجارت و سرمایه گذاری و برخی از اعضای سکتور خصوصی از این برنامه استقبال کرده میگویند که افغانستان به نقطه وصل ترانزیتی کشورهای آسیایی مبدل خواهد شد. قوانینی که بتونه سیستم ترانزیتی را و سیستم ترانسپورتی را در این کشورها تنظیم بسازه یک نیازمندی مهم است. دوی یو منیجمنت او مدیریت ضرورت لري چې متاسفانه مخکنی وزیران او رئیسان دا ظرفیت لاره، مګر دوی په فساد اخته وو او اوسنی رهبری د وزارت ترانسپورت متعهده ده. آگاهان اقتصادی از وزارت ترانسپورت و دیگر نهادهای مربوط دولتی میخواهند که برای رشد کشور از این فرصت استفاده کنند. فکر کوم چې په دې مواردو کې باید د مالی وزارت او د ترانسپورت وزارت ډېرې هڅې باید ګړندۍ کړي. گفتنیست که رهبری حکومت وحدت ملی در نشست‌های خود بر افزایش صادرات و تبدیل کردن افغانستان به نقطه وصل آسیا تاکید کرده است. عواید وزارت مالیه در سال روان افزایش یافته است.
مسئولان این وزارت میگویند که تطبیق قانون در جمع‌آوری مالیات باعث شده تا این روند به گونه‌ای درست عملی شود. این وزارت در نظر دارد تا برای جمع‌آوری مالیات در گمرک‌ها و دیگر نهادهای عایداتی سیستم‌های برقی را فعال سازد. موین عواید و گمرکات وزارت مالیه می گوید که عواید سال جاری نسبت به سال گذشته 13.5% افزایش داشته است. وی می افزاید که در سال روان برای خودکفایی مالی در گمرکات و نهادهای عایداتی سیستم های برقی را فعال می سازند. چند چیزه ما می خواهم یادآور شوم از نقطه نظر که در موثریت کمک می کنه. یکی است که الکترونیک سازی پروسه ها هست و ما سال 1399 را یک سال ریفورم و سال الکترونیک سازی نامیدیم. اتاق تجارت و سرمایه گذاری بر مبارزه با فساد وزارت مالیه شک دارد. مسئولان این نهاد میگویند که اگر وزارت مالیه تعهد به مبارزه با فساد دارد، نخست باید دست کارمندان سارنولی، شورای ولایتی و جنایی را از گمرک ها کوتاه کند. بدون د شک چې دا خلک شته ځکه چې دا د دوی شخصي عایداتي منبع دي، هم د څارنوالانو، هم په سراتر شه د جنایانو، هم د استخباراتو، هم د محلي شورای ولایتي د والیانو د دوی دغه منبع د دوی چې دا عایداتي منبع ده. مسئولان وزارت مالیه میگویند که حکومت برای تحقق و انکشاف برنامه هایش میخواهد روند جمع‌آوری مالیات را وسیع کرده و کسانی را که از مالیات فرار میکنند به پنجه قانون بسپارند. نبود حکومتداری خوب در سکتور انرژی باعث شده تا 65% شهروندان افغانستان به برق دسترسی نداشته باشند. دیدبان شفافیت افغانستان در پژوهش تازه‌اش میگوید که حکومت افغانستان یک دیدگاه واضح و مبتنی بر شواهد برای حکومتداری در سکتور انرژی کشور ندارد. در این پژوهش آمده است که سه عامل باعث شده است که به اساس وظایف اساسی پالیسی، انتظام اجرایی و مدیریتی تنظیم نشود. دیدبان شفافیت افغانستان پژوهش را در رابطه با برق افغانستان انجام داده است. در این پژوهش آمده است که حکومت یک دیدگاه واضح برای حکومتداری در سکتور انرژی ندارد. بر اساس یافته های این پژوهش، کندی رشد سکتور انرژی باعث کندی اقتصاد و ایجاد زمینه به فساد شده است. که فعلا مواجه است، این مشکلات بیشتر شود و رشد اقتصادی هم به کندی مواجه شود و همچنان مشکلات زیست محیطی افغانستان از گذشته هم شاید بسیار به حد برسه که قابل از این نباشه که پس ما باز اون مسائل را حل بکنیم. این پژوهش نشان می‌دهد که وزارت انرژی و آب هنوز حاضر نیست که وظایف اجرایی را به اساس قانون به شرکت برق، شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری انتقال دهد. پژوهش دیدبان شفافیت نشان می‌دهد که عدم ایجاد اداره تنظیم برق و عدم حمایت از عملیاتی شدن اداره تنظیم نفت و گاز یک ضربه مهلک را بر رشد سکتور انرژی وارد کرده است. حکومت افغانستان هدفی که در سال 2020 برای دسترسی مردم به برق تعیین کرده بود، به این هدف بسیار کم رسیده، حتی نزدیک نشده به این هدف. هدف این که 56% مردم افغانستان به برق شبکه‌های دولتی وصل بشن هنوز در سطح حد اکثر 35% قرار داره. این پژوهش از مصاحبه با شهروندان و کارمندان حکومتی انجام شده است. مسئولان دیدبان شفافیت میگویند مشکلات کلان در سب‌استیشن‌ها و بندهای برق وجود دارد و کار ساخت این پروژه‌های ملی درست صورت نگرفته است. وزارت انرژی و آب این گفته های دیدبان شفافیت را رد می کند. وزارت انرژی و آب با توجه به تعهداتی که در قسمت ارائه برنامه های مشخص در زمینه انرژی و مدیریت آب های کشور داشته، فعلا کارش را به جدیت جریان دارد. افغانستان اکنون ظرفیت تولید 519 میگاوات برق را دارد که 51% آن حرارتی، 49% آن آبی است. افغانستان سالانه حدود 2000 میگاوات برق از کشورهای بیرونی وارد میکند که در سال 2018 250 میلیون دلار برای خرید برق مصرف کرده است.
پشمه گوسفند از افغانستان به پاکستان قاچاق می شود. اما قارین بافان افغان از کشورهای دیگر را با مصرف گزاف وارد می کنند. اتحادی قارین بافان کشور می خواهند که قاچاق مواد خام به خارج از کشور گرفته شود. آنان می گویند که تار و پشم را از عربستان و بلژیم وارد می کنند. در حالی که این ظرفیت در کشور وجود دارد. مسئولان اتحادیه سرتاسری قالین بافان کشور میگویند که 3 سال پیش برای این اتحادیه 9000 جریب زمین ویژه شد، اما تا کنون به آنان تسلیم داده نشده است. آنان میگویند که در شمار از ولایت ها به ویژه غزنی پشم تولید می شود که همه به پاکستان قاچاق می شود، اما آنان با کمبود مواد خام روبرو اند. از کشور بلژیم، از پشم عربستان سعودی، از پشم مرینوس است که ما استفاده میکنیم و قسمت پشم داخلی را هم استفاده میکنیم. اما ای که شما واقعا میگین که پشم غزنی میره قاچاق میشه، واقع است. پشم غزنی میره به طرف کشور پاکستان. آگاهان اقتصادی میگویند که حکومت برای رشد اقتصادی محلی که قالین بافی از عناصر مهم آن است توجه لازم نکرده است. با باور آنان این بی‌توجهی باعث مشکلات کنونی شده است. در دو دهه اخیر متاسفانه که با توجه کم توجهی مسئولین روبرو بوده و اکثرا از طریق کشورهای همسایه به نام برند و یا لیبل از اونها صادر می شده و به نام تولید از اونها صادر می شده که در حقیقت جفا در صنعت قالین ما می باشه. با باور آگاهان اقتصادی، حکومت باید برای تولید معیاری قالین و تشویق تولید کنندگان بسته های تشویقی را ارائه کند تا در این بخش سرمایه گذاری صورت گیرد. ایجاد چند آشپزخانه سیار در غرب کابل باعث کارآفرینی برای شماره از بانوان شده است. بانوانی که در این آشپزخانه ها کار می کنند می گویند که روزانه 300 افغانی پول از بابت این کارشان به دست می آورند. آنان هرچند در برخی موارد از آزار و اذیت های خیابانی از سوی شماره از شهروندان شکایت دارند، اما تاکید می کنند که به هیچ صورت دست از کار خود نمی کشند. مالکان این آشپزخانه ها هدف از این کارش را ایجاد شغل و رسیدن بانوان به خودکفایی اقتصادی می دانند. آشپزخانه بانو، آنگونه که از نامش پیداست، برای بانوان ایجاد شده است. نزدیک به 25 بانو روزانه در 25 چنین آشپزخانه که در غرب کابل ایجاد شده است کار می کنند. بانوانی که در این آشپزخانه ها سرگرم کارند، در اخیر روز 300 افغانی دستمزد می گیرند. شریفه 22 ساله، بانویی که برای ایستادن روی پای خودش روزانه نزدیک به 8 ساعت در سطح شهر مصروف پذیرایی مشتریان از هر رده سنی است. می گوید تنها نانآور خانواده اش است و با این کارش می خواهد بازوی شود برای پدرش. روز 300 افغانی برای ما معاش می ده؟ و از هر برگر 5 افغانی برای ما کمیشن میتن و یکی از در آخر هر هفته چی میشه اینی معاش ما رو تصفیه میکنه. به آشپزخانه بانو خوش آمدید. مریم بانوی دیگر است که به گفته او مادر 5 فرزند است و بازار کاروبار شوهرش هم رونق چندانی ندارد و با این کارش میخواهد شوهرش را یاری کند. باشه راضی هستم دیگه قجان گریم این کار میکنم مرم خانه مصرف نکنم، خوش هستم دیگر. غذاهای آماده شده با همین سه چرخه های کوچک از یک نقطه به نقطه دیگر شهر توسط خود بانوان انتقال داده شده و به فروش می رسد. این سه چرخه ها به گونه طراحی شده اند که می توانند با یک بار چارج کردن به گونه کامل و آن هم با انرژی آفتابی 95 کیلومتر راه را بپیمایند. مالک این آشپزخانه هدف از این کارش را رسیدن بانوان به خودکفایی اقتصادی می داند. فعلا 25 تا رکشه های سولاری جور کردیم که در یک رکشه دو زنها استخدام میشه چون کارایش زیاد میشه. ما سه نوع غذا داریم، مکرونی، برنج. ما خودم مدامی آشپزخانه ما ایره جور میکنیم و اونها را میتیم، اونها فقط توزیع میکنن. نظافت و رعایت موارد بهداشتی از مهمترین اولویت این بانوان به شمار می رود. این یک
موتره که دیدیم که نوشته بود غذای ماشم لذیذ و برگر و شورمه، باز از خاطر که از شهر دور هستیم آمدیم که زی امشیره یک برگر گرفته. قیمتش خوب مناسب است، دیگه جای ما 60 رفت از چی میگنه 70 تا 80 100 میشد، یا کلش 50 رفت برای ما اقتصادی تمام میشه. هرچند انجام دادن کار اینچنینی در جامعه سنتی چون افغانستان برای بانوان دشوار به نظر می رسد، اما این بانوان تاکید دارند که برای ایستادن از نظر اقتصادی به پای خودشان با هر گونه مشکل مبارزه خواهند کرد. ادریس قادری، آریانا نیوز، کابل. مسئولان در وزارت ترانسپورت میگویند که برنامه سازمان ملل متحد برای وصل کردن کشورهای آسیایی از طریق بزرگراه‌ها آغاز شده است. افغانستان در محراق این برنامه قرار دارد. با گفته آنان، حضور افغانستان در این برنامه موثریت ترانزیتی، صادراتی، وارداتی و رشد اقتصادی خواهد داشت. مسئولان در وزارت ترانسپورت میگویند که برای تامین و تنظیم زیربناهای ترانسپورتی در کشور 94% از بودجه انکشافی را مصرف کردند. با گفته آنان در این بخش حدود 20 میلیارد افغانی برای ساخت حفظ مراقبت جاده ها هزینه شده است. در پروژه های ساخت و حفظ مراقبت جاده ها 1740 کیلومتر سرک احداث و 2300 کیلومتر دیگر حفظ مراقبت شده است. با گفته آنان در سال روان نیز صدها پروژه انتقالی وجود دارد که با تکمیل شدن آنها بخشی عظیم از مشکلات ترانسپورتی رفع می شود. همچنان در سال مالی 1398 این اداره بیشتر از 20 میلیارد افغانی که 94% بودجه انکشافی میشه در بخش اعمار و ساختمان پروژه ها به مصرف رسانیده است. اعضای اتحادیه شرکت های ترانسپورتی خصوصی میگویند که زیربناهای ترانسپورتی به سطح جهان هزینه بیشتر دارد. آنان از وزارت ترانسپورت میخواهند که پروژه های زیربنایی را بر اساس اولویت بندی و موثریت تنظیم کند. وزارت ترانسپورت باید نقش اساسی خود در سرمایه گذاری بالای شارهای اساسی مملکت که شریان اقتصادی کشور تشکیل میده مبذول بکنه و این پولا را بیشتر در قسمت گسترش و ساختمان شارهای کلان ترانزیتی مملکت به مصرف برسانه. آگاهان اقتصادی به این باورند که اگر حکومت میخواهد صادرات افزایش یابد و کالاهای صادراتی کشور به زمان معین به بازارهای جهانی برسد، سرمایه گذاری را در بخش زیربناهای ترانسپورتی افزایش دهد. شماری از مالکان کارخانه ها و نیز مسئولان اتاق صنایع و معدن برق میگویند که به علت کمبود انرژی برق شماری از کارخانه ها در این ولایت با رکود روبرو شدند. رئیس اتاق صنایع و معدن برق میگوید که 35% از کارخانه های تولیدی در این ولایت به علت کمبود برق از فعالیت باز ماندند. وای تاکید می‌ورزد که اگر این مشکل از میان برداشته شود، کارخانه های تولیدی در این ولایت افزایش خواهد یافت. مسئولان برق بلخ مشکل کمبود برق را می‌پذیرند. آنان می‌گویند که با تکمیل کار تمدید لاین برق مزار شبرغان، 26 مگاوات برق به مزار انتقال می‌یابد که بخشی از مشکل مرفوع خواهد شد. اینجا یکی از کارخانه های تولیدی سنگ مزایک در پارک صنعتی شادیان در جنوب مزار شریف است. این کارخانه با سرمایه گذاری نزدیک به 1 میلیون دلار آمریکایی در سال 1382 خورشیدی آغاز به کار کرده است. یکی از مسئولان این کارخانه می گوید که به علت کمبود برق از جمله 5 دستگاه تنها 1 دستگاه این کارخانه فعال است. از 5 ماشین کاری ما فعلا 4 ماشینش خاموش است. یک ماشینش فعال است که او هم به نسبت نبود برق گاهی وقت او هم خاموش میشه. عبدالستار و سفر محمد از کارگران این کارخانه هستند. آنان از حکومت میخواهند که کمبود انرژی برق را از میان بردارد تا فرصت های سرمایه گذاری بیشتر فراهم شود. سرمایه گذاری کنه همه غریبا و بیچاره، هر شرک فابریکا که رقم جورش برق باشد 10 تا 20 کارگر کمی جا کار کنه، دیگه ما چی کنیم؟ خارج از کشور کار کنه. رئیس اتاق صنایع و معادن بلخ می گوید که در این ولایت نزدیک به 500 کارخانه تولیدی وجود دارد که 35% این کارخانه ها به علت کمبود برق با رکود
روبرو شده. یک تعدادش حتی خاموش است. ما میتونیم از فابریکه بزرگ شیشه که در ولایت بلخ است که بسیار با سرمایه گذاری انگفت از طرف هموطنان عزیز ما اونجا سرمایه گذاری شده در کوت برق است و فعلا خاموش است. کار تمدید لین شبرغان مزار جریان داره که با تکمیل شدن از این لین کمبود انرژی برق به مزار شریف 90-95% تکمیل میشه. کارخانه داران در بلخ میگویند هرگاه مشکل کمبود انرژی برق از میان برداشته شود، از یک سو تولیدات داخلی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر زمینه‌های کار برای شماره از مردم فراهم خواهد شد. خب بیننده‌های عزیز، این بود مهمترین رویدادهای اقتصادی این هفته. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.